چه ویلایی، چه امکاناتی، چه وضعیتی. یعنی من خودم اینجا گرفتیم فکر نمی‌کردم اینقدر پروپیمون باشه، ولی الان میگم داخل بهتون نشون میدم. نون، دنبال نونم الان. اینا هم واسه برگر خوبه. سلام همگی، امیدوارم حالتون توپ باشه. ما این آخر هفته که تو کانادا حالا بهش میگن لانگ ویکند، یعنی ویکندایی که دوشنبهش هم تعطیله، به قول اینا میشه لانگ ویکند، ویکند دراز، دیگه تصمیم گرفتیم با چند تا از بچه‌ها بیایم یه شله یا همون کلبه یا همون کاتج که حالا جاهای دیگه بهش میگن تو انگلیسی، بیایم یه شله بگیریم که یکی از تفریح‌های محبوب کاناداییاست. یعنی فکر کنم بعد از باربیکیو کردن و کباب درست کردن و اینا، این شله رفتن محبوب ترین تفریحیه که کانادایی‌ها دارن، مخصوصا توی این استان ما کبک که خیلی خیلی بابه و کلی بیزنس بزرگی. حالا براتون میگم دیگه، خلاصه جاتون خالی. از سایت Airbnb یه شله ما گرفتیم، یه شله بزرگ 10 نفر است که حالا این پشت میبینین، البته این چند تا کلبه کنار همه که صاحب خصوصی هم داره. امروز میخوام یه ذره در مورد این تفریح کانادایی‌ها و بیزنسی که پشتشه براتون بگم و نشون بدم بهتون، بگیم که این کلبه‌هایی که اینا حاضر میکنن و اجاره میدن چه جوریه و بیزنسشون چطوری میچرخه. همه امکانات هم داره اینجا، مثلا کایاک گذاشته، چون اینجا بغل دریاچه است دیگه، این پشت دریاچه رو میبینین، اینجا مثلا کایاک با تمامی این تجهیزاتش و اون چی اون بالای کانو فکر کنم بهش میگن، با همه تجهیزاتش رو گذاشته، خیلی شیک و مجلسی. این هم یخچال، مخچال، این حرفا، پیانو منو کشته، یعنی تا پیانوش هم طرف گذاشته. دستشوی هموم از این برم میره به اتاق مستر، این هم که خود من، این برم که یک اتاق خواب مستر. حتی اینجا 4 تا خواب داره، بذاریم تو آینه من خودم نشون بدم، 4 تا خواب داره. این بچه تفنگ آبی هم دارن ماشاءالله، 4 تا خواب داره، 2 تا پایین، 2 تا اصلی، 2 تا بالا. حالا بهتون اینا رو نشون میدم. این ورم که یه حالت بکیارد مانندشه، عجب چیزیه. این جکوزیشه، الانم روشنه فکر کنم. اوه بله روشنه و شب در خدمتشون هستیم. اینجا چیه؟ این انبار خالیه، چیز خاصی نیست. اینجا هم خلاصه بکیاردشه، این ور یه اتاق دیگه است که دیگه چیز خاصی نداره، اتاقه. برام بالا رو هم بهتون نشون بدم. اینجا قیمتش تقریبا شبی $500 بود، $500 توی این شله ها قیمت تقریبا متوسط حساب میشه. حالا من دیدم شله های از شبی $1000 هم هستش، معمولا هم بچه ها مثلا 10-15 نفری میان میگیرن و خیلی هم چیز قشنگیه. بود شله های ارزونتر هم هست، $200-$300 هم هست، ولی خب اینطوری کیفیت شله اصولا بالاتر وقتی قیمتش انقدر بالاه. اینجا هم که تلویزیون و این چیزا، یک آتاری مانندی هم من این پایین میبینم، بذارم درست دارم میبینم. این چی بود؟ این آتاری به اینا میگفتن. اون طرف رو نگاه کنید، بذار برم اون تراس اون برم بهتون نشون بدم. حتی گیتارم اومده گذاشته. این تراس طبقه بالاش عالیه، بالکن طبقه بالا رو بذاریم من نشونتون بدم. اینجا این صندلی مربوطه، ویو مربوطه. داخلش باحال بود، حالا بیرونم واسه تون فیلم میگیرم، چیزای قشنگی داره. این پایینم یه زیرزمین ترسناکی داره دیگه، من نرفتم. شب حالا میریم اینجا آتیش روشن کنیم. اونجا هم دریاچه، اون کاروانا هم نمیدونم مال کیه، اونم قایق صابخونه است. اینم باربیکیو مربوطه با گاز،
این میزه چه باحاله. اینجا جای اینه که یخ بریزی برای نوشیدنی ها. چترش هم هست. بسیار زیبا، بسیار زیبا. این ساحل اختصاصی اون شله مربوطه است. از اینجا میتونیم بیایم، حالا فردا میخواییم بیایم کایک سواری هم انجام بدیم، ببینیم چه جوریه. ساحل جالبیه، بذاریم براتون اینوریش کنم. کلن تو کبک و اصلا کلن کانادا ساحل شنی شما کم پیدا میکنی. یعنی الان همین این شنی که میبینید، همین این خیلی خوبه. معمولا ساحل ها همه سنگیه و شما با ساحل های سنگی طرفید. ولی جالبه که این با اینکه یه دریاچه هست، این اصلا دریا نیستش، این با اینکه یه دریاچه هست ولی ساحل شنی خیلی جالبی داره. براتون بگم که این بیزنس شله کلن بیزنسیه که اینجا خیلی رایجه. دقیقا همون ویلا کرایه دادن تو خود ایرانه، یعنی فرقی نداره. ولی اینجا به خاطر اینکه فرهنگشون خیلی هستش که برن شله، برن کلبه، برن خارج شهر آخر هفته و حاضران خیلی پول خرج کنن بابتش، خیلی بیشتر جا افتاده. یعنی اکثر این ویلاهایی که میبینید، میبینید اینجا، اینا صاحباش یه مدت خودشون استفاده میکنن، وقتایی که خالیه میان کرایه میدن و خیلی تجهیزش هم کردن، همه چی عملا توش هست و شما فقط پولی میدی و میای از همه چی استفاده میکنی. حالا توی خود این شله رو نشونتون دادم، همه چی تقریبا داشت، یعنی بجز مواد خوراکی همه لوازم دیگر رو گذاشته واسهتون که دیگه شما با خیلی راحت بیاین استفاده کنین، وسایل بازی، نمیدونم چی همه چی. در کل هزینه این شله ها کمتر از قاعدتاً کمتر از ساختمون سازی و اینه که شما یه آپارتمان بری بخری. یعنی شما میتونی با یه هزینه خیلی پایین‌تر بیای یه دونه از این کلبه ها بسازی و شروع کنی به کرایه دادنش. خیلی از افراد به جای اینکه بیان حالا آپارتمان بگیرن و اونو کرایه بدن که واسهشون بشه یه منبع درآمدی، میان از این کلبه ها میسازن که خب هم خودشون خیلی بتونن استفاده کنن آخر هفته، هم وقتایی که خالیه بتونن به افراد دیگه کرایهش بدن و خب قیمتش خیلی بالاتر از کرایه دادن کوتاه مدت آپارتمانه. یعنی شما یه دونه واحد مثلا یه آپارتمان معمولی رو داخل شهر شبی 150 دلار میتونی نهایتا Airbnb بدی، ولی اینا رو میگم شبی 500 دلار، 600 دلار، 1000 دلار اینا کرایه میدن. البته ورژن های ارزون ترش هم هست. اینو ببینید چه خوشگلش کرده، بونک ساخته. خب بریم سراغ برگرها ببینیم چه اتفاقی واسه شون افتاد. بذار من بالایی ها و پایینی ها رو جا به جا کنم، بذار ببینم به فنا میریم یا نه. بزن فندک یه چیزو بیارم یا علی نتره کن. ببینیم روشن میمونه یا نه. بابا این با این روشنه، این با توفی روشنه. شب به زور خوابیدیم بعد که همه سر صدا کردن و یه درم از ویو رو الان ببین. یه نم بارون ریز میزنه، هوا هم خنکه. برم اون برم بهتون نشون بدم اون طرف ما هم صبح بخوریم. این تابا و این کلبهه که اینجاست شبیه فیلم ترسناکاست بیشتر. حالا اینجا به چه دردی میخورده، مثلا این وسایل اسباب‌بازی بچه بوده، بچه مثلا مرده روحش تو این کلبه هست و شبا میاد روی این تابه تاب میخوره. قشنگ یک ترکیب فیلم ترسناکه این تیکه. روحش میتونه تو دریاچه هم در بیاد البته شبا. بذار برم سر وقت این کایاک ها ببینم میشه امروز رفت یا نه. دیگه داره امروز اصلا بادیه، دریاچه هم که مواج بود. اینا رو ببینم وزنش چقدر سنگینه. اینا دو نفر هست، حتی اینا یه نفر هست ولی دو نفر باید بلندش کنن. این کانوا اینا دو نفر هست، میشه ورشون داشت. حالا اگه دریا یعنی دریاچه کمتر مواج باشه و کمتر باد بیاد میشه رفت. چیزی که من میبینم باد و موج و اینجور چیزاست و یه ذره خطریه.
داریم میریم کایاک. من این پاروه رو میبرم، بچه‌ها یه دونه کایاک رو بردن. اگه غرق شدیم دعا میکنید. آقا جلیقه نجات نبردین. واسه من جلیقه نجات بردارم. اینا چرا رفتن؟ جلیقه نجات هم برداشتم. اگه غرق شدیم کانال رو میسپرم به شما. آقا عباس، از شما میسپرم. آقا آب سرده. یخ، این دیوپی سکتر زدیم. اما زمان بریم یک کانوه دیگه هم بیاریم؟ دوبامی رو بردیم، دیدیم اولی رو با موفقیت انداختیم توها، دوبامی رو هم بردیم بندازیم توها. عالی عالی. میخوام برم تو دل دریا. ما رفتیم. بچه ها، من الان وسط دریاچه‌ام. صرفا به اعتبار این جلیقه نجات مسخره اومدم روی آبم. دیگه اگر افتادم تو آب نمیدونم این نگر میداره منو یا نه. جای همه شما رو خالی میکنم در یک روز آفتابی در سن گابریل کبک. آقا دریاچه مفواج شد، کانوها پر آب شد، آوردیمشون بیرون فعلا. مردیم. این کایاکه خیلی باحال بود. فقط پدرمون در اومد تا از ساحل تا دوباره تو خود خونه اون کایاکا رو بگیریم دستمون بکشیم بیاریم. آقا یه لایف استایل باحالی که اینا دارن اینه که خیلی چون توی این طبیعت و اینا زندگی میکنن و خارج شهرن و آفرود و این حرفا، اینا همچین ماشینایی دارن که میان این تهش از این بیل بلکا داره و خلاصه میان این کاروانهاشون رو که اینجوریه میبندن به این، میبرنش حالا هر جایی که میخوام برن کمپ کنن، یا مثلا یه قایقایی مثل این دارن که در این تصویر میبینید، در زوم کنم قایق و اینا رو میزنن سرش رو میبرن تا دم دریاچه. و این کاملا چیز روتین و عادیه بین زندگی خود اینا. همینید که چه ماشینای گولاخی هم هستش. دقیقا این ماشینا رو خداشون استفاده میکنن، یعنی شما کمتر میبینی مثلا کسی که کارش خیلی تو طبیعت و اینا نیست بیاد همچین ماشینی بگیره. منطقی هم هست دیگه، خود اینکه مصرفش بالاتره ولی خیلی خرزورن اینا. به به، یعنی این جوجه کباب، جوجه کباب خاصیه با انبوهی قارچ و گوجه. حالا الان درشو میبندیم که اینا بپزه. اوه 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 اوه، ببین چی شد، چی شد. کی حال داره اینجا رو حالا جمع کنه با این وضعیت آشفته؟ مثل این وضعی به نظر من که خیلی تجربه خوبی بود، میعرض به هزینش. و مثلا نمیدونم همچی چیزی رو میذارم تو ویدیو یا نه. خلاصه دوست داشتم یه ذره این فضا رو بهتون نشون بدم، بخاطر اینکه خیلی فضای متفاوتی از اون چیزی، از اون ویدیوهایی که همیشه میگیرم. و دوست داشتم که ببینید که چه فعالیتایی میشه اینجا انجام داد و یه ذره حال و هواشو بهتون نشون بدم. امیدوارم که هر جا هستین بهتون خوش بگذره، روبرا باشین، دمتون گرم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار. Break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane.